ایرج قادری توی فیلم بینشان که سال 1355 ساخته شده بر اثر توطئه نامزد و دوستش دچار سانحه میشه و گذشته خودش رو فراموش میکنه. داستان فیلم بینشان درباره فرار نادر از آسایشگاه و یادآوری خاطراتیه که بر اثر سانحه اونا رو به کل فراموش کرده. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. سلام علیکم صدق الکمولا. منم مردت میشم. چجور؟ بلی 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 یه عمر غلامی تو میکنم بهجت. بله 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 نفهمیدم کی گفته بدون اجازه من باز خود تو تصمیم بگی؟ اگه قرار شما ها غلامی کنیزی هم دیگره بکنین باز وضعیتونو کاملا رو برا کنین. کلی تشریفات داری شما گفتین تموم شده بکاره. خرید رفتن داره، خرت و پرت خریدن داره، دامبول دین بر را انداختن داره. در کلی کارهای دیگه هلا اونا روم نمیشه بگم دوزیم. آره؟ پسر جوانی که تو خانواده مرفعی زندگی میکنه وقتی پدر و مادرش رو تو مرحله جدایی میبینه با یه سلسله ماجرا ترتیبی میده که اونا اختلافاتشون رو فراموش کنن و زندگی تازه‌ای رو در کنار هم شروع کنن. بخشهایی از فیلم عروسک پشت پرده رو با هم تماشا میکنیم. چرا نمیشین؟ مشروب نریز، من حالم خوب نیست. بخور عزیزم بخور. نه نمیکنم. چرا؟ محض اعقاف؟ یعنی چی؟ تازگی عده جوانی یاد گرفتم. خب من رفتم دیگه، ما فکر میکنم دیدن نلازه. چی میگی؟ مگه دیوونه شدی؟ نه دیوونه نشدم. پس چی؟ حتما زیرتر بلند شدی. آقه جوانه؟ آقه پول داره؟ همه چی که با پول نمیشه خقی. برو تو هم امروز مسخرگیت گل کرده. بخور عزیزم بخور. بخور، این بچه های پدرسوخته تو کوچه دارن سوت میزنن. بخور. نه اصرار نلازم، نمی کرم. بلم کن. آقا جونم چرا یه دفعه اینجوری شدی تو؟ بلم کن. بذار برم. کجا میری؟ به تو مقبود نیست آقا. وا چی آقا وا؟ تو دیوونه شدی؟ نه تازه من امروز عاقل شدم. لازم تازه خل شدی؟ نه به تو مقبود نیست. خدافظ آقا وا، من دیگه تو دوست نلازم. خدافظ. توی فیلم دزد سوم ابی با بازی سعید راد راننده مینیبوس و قصد داره با جمع کردن پول با زینت که منیژه بازیش میکنه ازدواج کنه. داستان فیلم راجب دو رقیب عشقیه که هر کدوم برای به دست آوردن زینت دست به کارهای خطرناکی میزنن. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. چوری اگه گوادش میگرفت چه جوری میشد؟ همه که مثل تو نیستن. ده ببینم دفعه چندومه که دوزی میکنی؟ سیوم. پس سابقه داری؟ آره یه دفعه 20 تومن از جیب آقام زدم، یه دفعه هم زنبوری تکه محرمون رو بلند کردم فرود. همین؟ نه خیلی این 50% 4,600,000 تومن. بح بح چه پولی. ببینم تو دفعه چندومه دوزی؟ دفعه اول. اینجایی بابای آدم دروغگو. شما دوتا کت آرسن لپن هم پشت برخین. من نه، اون همه کاره اونه. پا تو چی کاره این؟ فعلا یدکش. چه 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 یدکش. ببینم خاطر خاطر فامیلته. من تو خونه ی عموی اون به دنیا آمدم، مادرم خدمتکارشون. بی حکمت نیست که به هم میگن ابی آرتیز. از همون اول تو چشات خوندم که تو هم مال طبقه مایی. ماجرای فیلم داماد فراری با بازی آذر شیوا و همایون از این قراره که پدری قبل از مرگش وصیت میکنه که دو فرزندش به شرطی وارث اموالش میشن که نوه هاش به عقد همدیگه در بیان و بچه دارشن. دو برادر سعی میکنن بچه های خودشونو به ازدواج با همدیگه راضی کنن، ولی مهری دخترمو و مهدی پسرمو هر کدوم به تصور اینکه اون یکی به قصد تصاحب ثروت راضی به ازدواج باش شده از این کار خودداری میکنن. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. یاد داره تفسیر دو از ماده چهارم داره یه
هستم پلیسش بزنم. آقا اونو تو شما به قول شاعر میگه که اینجور بولا از گلوی ما پایین نمیره، آدم پول بگیره خرابکاری کنه عروسی به هم بزنه در مرام معنی این بولا استخون میشه و اینجا تو عقب موندم. فرشته نجات من بود و بغلم بود فرشته نجات بی فرشته نجات موتورم اوراق شده اوراق نشده بزنید که روشن نیسته بزن نمیشه صبر کن دیدی سوز موتور روشن نمیشه من دو بزن فیلم کاسب‌های محل که تو سال 1348 ساخته شده از این قراره که نجار محل با دختر پولداری آشنا میشه و بهش دل میبنده. پشپند نجار، کفاش و تره بار فروش محل هم گرفتار عشق میشن. مشکل اینجاست که پولدار بودن دخترها مانع رسیدن این کاسب‌ها به عشقشون شده. بخشایی از فیلم کاسب‌های محل رو با هم تماشا می‌کنیم. سلام. سلام. داداش اومدی؟ یار خانوم من اکبرم. اومدم حالتون رو بپرسم. پس داداشم کجاست؟ داداشم اومده؟ بله راستش واسه یک گرفتاری پیش اومده. تو نیست. من اومدم بهتون بگم که داداشتون فردا میاد. اکبر آقا جون خواهش میکنم به هم بگین اگه براش اتفاقی افتاده منم باید بدونم. تو رو خدا بیش از این ناراحتم نکنی. نداره جون حالش خوبه خوبه. اگه داداشم پعلوم نباشه انگار من نیستم. تو رو خدا اونو بیارین پیش من. من بهتون قول میدم که تا فردا پیداش بشه. رازی من بایدتون خانکی آوردم. پرتقال خوابلی نداره.